نظر حبیبی نیا، پزشک سابق فدراسیون کشتی و یکی از دو پزشک کاروان ورزشی ایران، در المپیک سیدنی بوده و در حال حاضر مدیر آکادمی تغذیه ورزشی کانادا و مدرس پزشکی ورزشی است. وی دارای تألیفات علمی پژوهشی متعدد است و تحقیقات گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف دانش تغذیه داشته است. من سلام عرض می‌کنم حضور بینندگان جواز گروه پارسی. من دکتر حبیبی نیا هستم، پزشک ورزش، مدیر و بنیانگذار آکادمی تغذیه ورزشی کانادا و مدرس طب چاقی. موضوع کوتاهی که میخوام امروز خدمتتون توضیح بدم در مورد مشکلات سلامتی و بهداشتی مهاجران، بخصوص اینجا مد نظر ما ایرانیان هستند، پس از مهاجرت به کانادا. ببینید، ما میخوایم اینو در واقع در سه قسمت بخوایم توضیح بدیم. به این شکل خواهد بود که چرا مهاجران ایرانی پس از مهاجرت به یک سری مشکلات بهداشتی و سلامتی برمیخورن. دوم، این مشکلات سلامت بهداشتی بیشتر از چه نوع هستن و چه کار باید کرد. بریم پاسخ سوال اول که هستن، چرا مهاجران در واقع با این مسائل و مشکلات سلامتی و بهداشتی روبرو میشن پس از مهاجرت از ایران. با توجه به اینکه شخصا بیش از دو دهه است که در کانادا هستم، من سه دلیل میتونم اینجا بیارم که ایرانیا به مشکلات سلامتی برمیخورن. یکی این که ایرانیان از یک سیستم پزشکی باز و غیر ارجایی میان به جایی که سیستم پزشکیش بسته و ارجایی هست. ببینید، شما در کانادا نمیتونید متخصص ببینید تا اینکه پزشک خانواده شما را ارجاع بده، در حالی که در ایران شما در یک هفته میتونید 10 تا متخصص ببینید و دسترسی هم به راحتی آسونه، در حالی که ما میدونیم در کانادا به خاطر ارجاعی بودن چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین عدم دسترسی راحت به پزشکان و متخصصان و ارجاع بودن سیستم پزشکی کانادا باعث میشه که اینها نتونن اونطور که باید اون در واقع تشخیص و درمان لازم را داشته باشن. برای اینکه وقتی خیلی ها به کانادا مهاجرت میکنن، تصور عمومشون بر این هست که سیستم پزشکیش مثل ایران هست. نه، کاملا متفاوته. دلیل دوم، استرس مهاجرت. ما میدونیم مهاجرت استرس بسیار بسیار زیادی به فرد وارد میکنه و همین استرس کافی است که سیستم ایمنی شخص رو در واقع به طرز چشمگیری تضعیف بکنه و به قول خودمون درب داغون بکنه و همین سیستم ایمنی ضعیف باعث میشه که یک سری مشکلات سلامتی بروز خواهد کرد. بده در میان روانپزشکان و روانشناسان یک جدولی هست به نام جدول هولمز و راه معروفه. اینا دوتا روانپزشک بودن که حدود 5-7 سال پیش 43 واقعه زندگی را در واقع بر مبنای استرس رتبه‌بندی کردن. طبق این جدول، از دست دادن شریک زندگی استرسش 100 هست، طلاق استرسش نمرش 73، ازدواج 50 هست. در این جدول خبری از مهاجرت دیده نمیشه، ولی با توجه به تجربه شخصی و در واقع چیزایی که ما میبینیم، من قطعا مطمئنم که استرس مهاجرت اگر اون موقع در این جدول میگنجندن، به جرات میشه گفت به 70 نزدیک میشد. بنابراین استرس ناشی از مهاجرت باعث میشه که سیستم ایمنی افراد ضعیف بشه و همین ضعف سیستم ایمنی اونها را مستعد بروز یک سری بیماری ها خواهد کرد. دلیل سوم، ناتوانی در سازگاری و انطباق با محیط جدید هست. در واقع شخص قبل اینکه بیاد به عنوان مهاجر وارد کانادا بشه، یک سری انتظاراتی داره، یک سری نقشه هایی برای خودشون داره، ولی وقتی میرسن اینجا با یک شوک فرهنگی روبرو میشن. دچار در واقع این از بابت مسائل زندگی، تحصیلی، شغلی و بیزنسی و همین ها در واقع استرس را دو برابر میکنه. اینا باعث میشه که افراد در واقع به یک سری مشکلات سلامتی و بهداشتی بر بخورن. حالا معمولا این بیماری ها یا بگیم مشکلات سلامتی بیشتر از چه نوع هستن؟ من اینو شخصا با توجه به تجربیات شخصی که در بیش از دو دهه در اینجا با اطرافیان، به هر حال ما با مهاجران زیادی سر کار داریم، به سه گروه تقسیم کردم.
گروه اول مشکلات مربوط میشه به مشکلات واقعا روحی روانی. ما میدونیم که بسیار از افراد که میان اینجا معمولا 3 تا 5 سال اول یک دوره بسیار بسیار بحرانی است. در همین 3 تا 5 سال اول از دلتنگی به خانواده گرفته تا افسردگی و اضطراب. شاید بینندگان و شنوندگان تعجب بکنن که داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب در میان نسخه‌های پزشکان درصد متاسفانه بسیار بالایی داره و این قطعا مهاجران از این امر مستثنا نیستند و تا ما می‌بینیم که در میان مهاجران در 3 تا 5 سال اول این عدد خیلی هم بالاتره. بنابراین گروه اول مسائل مربوط به سلامت بهداشتی مربوط میشه به یک سری مشکلات سلامتی روحی روانی، اضطراب و افسردگی. گروه دوم بیماری هایی هستند که در واقع تشدید میشن و یا خاموش رو بودن برمیگردن. سرشست قبلا داشته خوب شده بوده ولی به خاطر استرس مهاجرت یا تضعیف سیستم ایمنی، تغییر روند زندگی، این بیماری ها دوباره تو پزشکی معروف میگیم شعله ور میشن، مثل سندروم روده تحریک پذیر که به روده عصبی معروفه، میگرن، دیابت، فشار خون. و گروه سوم جالب خواهد و گروه سوم مشکلات و سلامتی هستند که اینها معمولا یک سری مهاجران ما میبینیم که اینها پنهون کردن با این دلیل که بتونن جواز ورود به کانادا رو بگیرن. وقتی میرسن اینجا برحال این بیماری خودشون نشون خواهد داد. ما چندی مورد دیدیم فرد مثلا با نمیدونم سرطان مرحله 3 یا 4 به عنوان مهاجر وارد کانادا شده. واقعا این جای تعجبه که فرض کنید پزشک معتمد مهاجر چطوری متوجه این مشکلات سلامتی اینها نشده قبل از اینکه اینها در واقع این برگه اقامت صادر بشه. به هر حال ما این چیزا رو میبینیم که یک عده بیماری خودشونی که دارن پنهون میکنن به وقت رسیدن اینجا چاره ندارن جز اینکه اون بیماری ها باید خودشون نشون بده. چیزی که اینجا مطرح میشه این هست که ما واقعا چه کار میتونیم برای این افراد بکنیم، چه کار میتونیم در واقع از مشکلات سلامتی و بهداشتی این عزیزان، این مهاجرانی که در واقع دل به دریا میزنن میان این ور آب، کم بکنیم. من فکر کنم یک سری کارهایی میشه برای این افراد کرد. اولش اینه که این افراد قبل از مهاجرت باید کاملا توجیه بشن، به اینها یاد داده بشه که سیستم پزشکی و بهداشتی کانادا مثل ایران نیست. اینجا سیستم ارجایی هست. اینجا حتی شما میخوای گاهی بخوای بری پزشک خانواده پیدا کنی به سختی گیر میاد. مثل ایران نیست که شما نمیدونم در یه روز بتونی 3-4 تا متخصص ببینی. اصلا اینجوری نیست. الان ما یک موردی داریم که به هر حال اومد اینجا مستقر شده، ایرانی هست، الان حدود 7 ماه که منتظره که تا براش از یک متخصص مغز اعصاب نوبت بگیرن ولی هنوز کسی باهاش تماس نگرفته و به هر حال این چالش بسیار شدیدی برای این فرد ایجاد کرده. بنابراین این مهاجران باید از قبل آموزش داده بشن که خودشون برای این گونه مواقع آماده بکنن که آقا من رفتم اونجا، مثل ایران نیست که فرض کنید اگه الان درد کرد برم داروخونه بگم چرخ خشک اومده. در این کانادا از این خبران نیست. بنابراین از یک سیستم پزشکی در واقع غیر ارجاعی و باز داره وارد جای میشه که سیستم پزشکیش ارجاعی هست و به این راحتی خدمات درمانی گرفتن اونجا در واقع راحت نیست. کار دومی که میشه برای این گونه مواقع کرد، من این مطلب دوم را با مشاورین مهاجرت و حتی با 2-3 تا وکیلی که با مهاجرین کار میکنن پیش کشیدم. گفتم شما اینو میتونید با مقامات بالا نمیدونم این وزارت مهاجرت و کانادا در میون بگذارید. یکی از چیز اینه که وقتی یه نفر قانونی میاد کانادا، حالا کسایی که غیر قانونی میام کار نداره، صحبت ما کسانی هستن که قانونی وارد کانادا میشن و در واقع کارت اقامت دارن. وقتی نمیرسن اینجا معمولا کارت بهداشتیشون بلافاصله صادر نمیشه، حداقل 2 تا 3 ماه طول میکشه تا اینا اون کارت بهداشتیشون رو دریافت بکنن. خب تو 2-3 ماه وقتی مریض بشی چی پیش میاد؟ خب شخص چالش داره که من کجا برم، کدوم دکتر برم، کدوم بیمارستان برم. اگر هم بره چون کارت بهداشتی نداره هزینه قطعا سنگینی به اینا تعمیل خواهد کرد. پیشنهاد شخص بنده سالها قبل این بود که خب اینا بیان به دولت کانادا یا این وزارت مهاجرت در واقع پیشنهاد بکنن که در
همون زمان که برای این افراد کارت اقامت صادر میشه، کارت بهداشتیشون هم صادر بشه و اینا در واقع با خیال راحت، حداقل آقا من الان دارم میرم اونجا برای زندگی، کارت بهداشتی من با خود من هست، حداقل اگر نتونستم پزشکی متخصصی پیدا کنم مثل ایران، حداقل با این کارت بهداشتی خودم رو به نزدیکترین بیمارستان بتونم برسونم. بنابراین پیشنهاد دوم بنده این بود که کلا کارت بهداشتی مهاجرین قانونی را سریعتر و در کمترین زمان صادر بکنند. کار سوم که میشه کرد حمایت های گروهی است، حمایت هایی است که توسط کمیونیتی ها برگزار میشه. این افراد واقعا میشه گروه هایی را تشکیل داد، اینهایی که میان اینجا در واقع گم میشن به اینا مشاوره داد، راهنمایی داد تا اینا در واقع حس بکنن که کسی اینا رو حمایت میکنه، و اینا راه نشون بدیم اینجوری هست، این میتونی بری پزشکی خانواده، میتونی اینجا بری، مریض شدی اینجا بره، در واقع راهکار نشان دادن و حمایت گروه هاییش که در واقع میشون غیر انتفاعی خیلی واقعا دارن کار میکنن. من میدونم میتونن به مهاجرا کمک کنن تا این مشکلات سلامتیشون در واقع با کمترین هزینه برطرف شه و در واقع بتونن دوباره زندگی خودشون رو اینجا بسازن. این صحبت کوتاهی بود از بنده در مورد مشکلات سلامتی مهاجران بخصوص ایرانی پس از رسیدن به کانادا، اینکه چرا به این مشکلات برمیخورن، چه مشکلاتی در واقع پیش رو خواهند داشت و چگونه میشه به این عزیزان کمک کرد.